موشک‌های پدافندی ثاقب ارتش یمن. موشک یمنی که آمریکایی‌ها از آن وحشت داشتند. سلام و وقتتون بخیر، امیدواریم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره که به بررسی موشک‌های پدافندی ثاقب ارتش یمن بپردازیم. از شما بیننده‌های عزیز دعوت می‌کنیم که تا آخر این ویدیو همراه ما باشید و فراموش نکنید که برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کرده و ویدیوهای ما رو لایک کنید. در سالهای جنگ یمن دست کم 6 فروند پهباد رزمی آمریکایی از مدل‌های MQ-1 و MQ-9 توسط موشک‌های پدافندی یمنی سرنگون شدند که موجب وحشت ارتش آمریکا و قطع پروازهای جاسوسی آنها بر فراز صنعا و سعده شد. در 10 سال از انقلاب مردم یمن و 9 سال آغاز جنگ در این کشور با تجاوز ائتلافی از کشورهای عربی قرار داریم. در این مدت میدان نبرد در خاک یمن فراز و نشیب‌های زیادی به خود دید و علی‌رغم برتری یک طرفه تکنولوژی، تجهیزاتی و اقتصادی متجاوزین به این کشور، انصار الله و گروه‌های مردمی یمن با همراهی بخشی از ارتش این کشور که به مردم خود وفادار ماندند، موفق به حفظ مناطق راهبردی از جمله صنعا پایتخت یمن شده و در نهایت مزدوران تحت امر عربستان و امارات متحده عربی رو وادار به آتش بس و پذیرش صلح با شروط انصار الله کردند. در سالهای ابتدایی جنگ با توجه به برتری سنگین تجهیزاتی دشمن متجاوز در آسمان، نابودی یا از کار افتادگی تقریبا کامل نیروی هوایی یمن و نبود سامانه های دفاع هوایی مناسب و کافی، آسمان یمن عرصه تاخت و تاز جنگنده های سعودی و اماراتی و همچنین پهپادهای رزمی و جاسوسی آمریکایی شده بود. همچنین هزاران نفر از مردم غیر نظامی یمنی در بمباران های بیرحمانه ائتلاف سعودی به شهادت رسیدن و رزمندگان یمنی نیز بدون داشتن سلاح مناسب برای مقابله زیر فشار حملات هوایی دشمن قرار داشتند. اما این وضعیت به تدریج از میانه‌های نبرد تغییر کرد و متخصصین یمنی موفق شدند برخی سامانه‌های پدافندی و حتی موشک‌های غیر پدافندی موجود در وزارتخانه خود را با تغییراتی تبدیل به سامانه‌های پدافندی توانمندی کنند که ده ها فروند پهباد و بالگرد دشمن و حتی در مواردی جنگنده آنها را سرنگون کرده و دیگه خبری از آسودگی خاطر خلبانان دشمن برای بمباران شهرهای یمن نباشد. سامانه های پدافندی نظیر سقر، برق، فاتر، ثاقب و غیره که در این ویدیو قصد داریم خونوادگی موشک های پدافندی ثاقب رو معرفی کنیم. پس برای ادامه این ویدیو لطفاً ویدیو رو لایک کنید. ثاقب 1. به طور کلی خانواده موشک‌های ثاقب حاصل تغییر کاربری موشک‌های هوا به هوای سابق نیروی هوایی یمن به موشک زمین به هوا هستند. متخصصین یمنی با دریافت کمک‌های فنی لازم از کشورهای دوست موفق به انجام این فرایند نسبتاً سخت و پیچیده و تبدیل موشک مشهور R-73 به موشک زمین به هوا شدند. موشک تحت عنوان ثاقب 1 حدود 2.93 متر طول و 105 کیلوگرم وزن داشته و با سرعت حدود 1.5 ماخ و برد 9 کیلومتر به نبرد با اهداف خود می‌پردازد. به جرأت می‌توان گفت موشک ثاقب 1 بیشترین شکار رو در بین سامانه‌های پدافندی انصار الله به نام خود ثبت کرده و با توجه به مانورپذیری بسیار بالای خود فرصت فرار را از پهپادها و بالگردهای کند و با توان مانور پایین دشمن سلب می کند. از جمله مشهورترین موارد شکار این موشک می توان به ساقط کردن چندین پهپاد تهاجمی MQ-9 ریپر آمریکایی اشاره کرد. به طور کلی در سالهای جنگ یمن دست کم 6 فروند پهپاد رزمی آمریکایی از مدل‌های MQ-1 و MQ-9 توسط موشک‌های پدافندی یمنی سرنگون شدند که موجب وحشت ارتش آمریکا و قطع پروازهای جاسوسی آنها بر فراز صنعا و سعده شد. ثاقب 2. این موشک نیز حاصل تغییر کاربری موشک هوا به هوای R-27 است که در گذشته در نیروی هوایی یمن خدمت می‌کرد. موشک تحت عنوان ثاقب 2 با طول 3.9 متر و وزن 125 کیلوگرم دارای سرعت 2.5 ماک و برد 15 کیلومتر می‌باشد.
موشک ثاقب 2 عملکرد درخشانی در جنگ یمن داشته و حداقل در 2 مورد موفق به هدفگیری و وارد کردن خسارت شدید به جنگنده مشهور F-15S نیروی هوایی عربستان شده است. همچنین تعدادی از پهپادهای تهاجمی دشمن سعودی و اماراتی نیز توسط این موشک شکار شده است. موشک ثاقب 2 از ماه دسامبر سال 2016 میلادی تا اکنون در خدمت یگان پدافندی انصارالله یمن قرار دارد. و در آخر ثاقب 3. در میان خانواده موشک های ثاقب احتمالاً مرموزترین و ناشناخته ترین موشک ثاقب 3 باشد. اگرچه در گذشته برخی منابع مدعی استفاده از موشک های R-77 روسی در نقش زمین به هوا توسط نیروهای یمنی شده بودند، اما به هیچ عنوان تصویر یا فیلمی از استفاده این موشک در دسترس نبود و برای نخستین بار در نمایشگاه اخیر استفاده انصارالله از این سامانه به شکل رسمی اعلام شد. این موشک با طول 3.6 متر و 175 کیلوگرم وزن دارای سرعت 2.5 ماخ و برد حدود 20 کیلومتر است و برخلاف دو موشک ثاقب 1 و 2 که از هدایت حرارتی استفاده می کردن دارای شیوه هدایت راداری بوده و گفته می شود در سرنگونی جنگنده تورنادوی سعودی مورد استفاده قرار گرفته است. خانواده موشک‌های پدافندی ثاقب توسط یک مهندس جوان یمنی طراحی شده بود که بعدها در نبرد مشهور الحدیده هنگام دفاع از این بندر استراتژیک به شهادت رسید. این مهندس یمنی عبدالعزیز المحرم نام داشت که بعدها نمایشگاهی از دستاوردهای ارتش یمن به منظور بزرگداشت خدمات وی به مردم مظلوم یمن در شهر صنعا برگزار شد. خیلی سپاسگزاریم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید.